ساخت یک آمریکای سالم، قوی و پر افتخار، مضمون سخنرانی امشب و گزارش سالانه پرزیدنت ترامپ درباره وضعیت عمومی آمریکا در کنگره. درود بر شما، پیام یزدان هستم. به این ویژه برنامه خبری خوش آمدید. پرزیدنت دونالد ترامپ تا دقایق دیگر گزارش سالانه وضعیت آمریکا را به اطلاع نمایندگان کنگره و ملت آمریکا خواهد رساند و ما همراه با کارشناسان میهمان در استودیوی واشنگتن به این رویداد خبری خواهیم پرداخت. همچنین همکارانم شهلا آراسته از کنگره آمریکا، گیتا آریان از کاخ سفید و فرهاد پولادی از مقابل کنگره آمریکا در طول برنامه شما را در جریان این گزارش قرار خواهند داد. پرزیدنت دونالد ترامپ در گزارش امشب اهداف خود را در زمینه سیاست داخلی، مهاجرت، امنیت، تجارت و سیاست خارجی تشریح خواهد کرد. هم‌اکنون ارتباط مستقیمی داریم با کنگره آمریکا، جایی که همکارم شهلا آراسته ما را در جریان تدارکات این رویداد قرار خواهد داد. خانم آراسته، امشب رفته رفته اعضای کنگره از محلی که ما هستیم، جایگاه رسانه ها، به محل تالار مشترک سخنرانی میرن، در جاهای خودشون قرار میگن. طبق سنت جمهوری خواهان در یک طرف سالن و دموکرات ها در طرف دیگر تالار قرار میگیرن. طبق سنت معمول پول رایان، رئیس جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، در 30 نوامبر گذشته رسما از پرزیدنت دعوت کرد که اولین سخنرانی گزارش وضعیت کشور رو در اجلاس مشترک کنگره ایراد بکنه. امشب به طور سنتی اعضای کنگره حق دارن که این مهمان با خودشون بیارن و حزب مخالف دولت معمول هستش که مهمانانشون رو از میان کسانی انتخاب میکنن که موضع سمبولیکشون رو در مخالفت با سیاست‌های دولت وقت نشان بدهن. عده‌ای از اعضای دموکرات سنا کنگره هم قرار شده که در این جلسه حضور نداشته باشن، از شرکت خودداری کردن. ممکنه ضمن سخنرانی آقای ترامپ هم بعضی از اونها از جلسه خارج بشن. آقای یزدیان، حالا خانم آراسته، در گزارش سالانه پرزیدنت ترامپ باید در انتظار طرح چه مواردی باشیم، به خصوص در مورد ایران؟ همونطور که اخیراً آگاه هستیم، آقای ترامپ از تایید توافق هسته‌ای یا از لغوش خودداری کرد و تحریم‌های چشم‌پوشی شده را هم تمدید کرد، ولی به کنگره و همینطور به متحدان اروپایی هشدار داد که یا باید همراهی بکنن با ایشون برای برطرف کردن معایب توافق در از دیدگاه ایشون، یا اینکه آمریکا ممکنه که از این توافق خارج بشه. بنابراین توپ رو در زمین کنگره و متحدان اروپایی انداخته و به این ترتیب ممکنه که در سخنرانی هاش باز بر این مسئله تاکید بکنه. و مطالب دیگری هم که پرزیدنت ترامپ در سخنرانیش ایراد خواهد کرد، همونطور که شما هم در آغاز اشاره کردین، بر بنای یک آمریکای امن و سربلند و مغرور تاکید خواهد گذاشت و همینطور شمعی از دستاوردهای خودش رو تا یه نخستین سال ریاست جمهوریش برخواهد شمرد. بله، ممنونم. ما در جای جای برنامه به شما باز خواهیم گشت و منتظر گزارش های بعدی شما هستیم. و اما همینک از کاخ سفید گیتا آریان با ما هست. گیتا، این سنت دیرینه گزارش سالانه رؤسای جمهوری به کنگره طی سالها تغییراتی داشته، تاریخچه مختصری را از تو بشنوید. حتما، این سنت از ابتدا با اولین رئیس جمهور آمریکا، یعنی جورج واشنگتن، 228 سال پیش بدعت گذاشته شد که در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا انجام شد. 10 سال بعد از اون سومین رئیس جمهوری تامس جفرسون این رو تبدیل به گزارش کتبی کرد و این امر ادامه داشت تا 28مین رئیس جمهوری، یعنی وودرو ویلسون، در 4مین سال ریاست جمهوری خودش که میشه 105 سال پیش، این رو مجدداً حضوری کرد، ارائه این گزارش رو به کنگره. گزارش عموماً در روز ارائه می شد، اما لیندون جانسون در دومین سال ریاست جمهوری خودش این گزارش رو به
دیر وقت به این ساعت‌ها تقریبا موکول کرد برای اینکه بتونه مردم بیشتری رو جذب شنیدن این گزارش‌ها بکنه، در حالی که طی روز خب خیلی‌ها سر کار هستن و نمیتونن. برگردیم به این مسئله، اینکه کتبی یا شفاهی بودن رؤسای جمهوری اخیری که هم نوشته ارائه دادن گزارش خودشون رو و هم به صورت شفاهی مثل جیمی کارتر، ریچارد نیکسون، دوایت آیزنهاور و یک مسئله دیگه هم این که پیام یک بار، فقط یک بار شده که چنین سخنرانی موکول به بعد شد، اون هم سالی بودش که در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ریگن که فضاپیمای چالنجر مدت خیلی کوتاهی بعد از پرتابش به فضا منفجر شد. بله، همونطور که با تو داریم صحبت میکنیم گیتا، تصاویر مستقیمی رو داشتیم از کنگره آمریکا. حالا امسال هم مثل سالهای گذشته به نظر میرسه و یا انتظار میره که اشاره هم به موضوع ایران بشه. به هر حال موضوعی که در گزارش‌های اغلب رؤسای جمهوری آمریکا در سالهای گذشته وجود داشته. درسته، همینطوره. از زمان پرزیدنت کارتر بود که اولین بار به ایران اشاره شد و اونم که خب همه میدونن در رابطه با گروگانگیری های دیپلمات های آمریکا در اون کشور بود. بعد از اون پرزیدنت ریگن بود که در رابطه با اون ماجرای ایران کنترا اشاره به ایران کرد. بعد پرزیدنت کلینتون در سال 2000 بود که ضمن اشاره به ایران گفت که باید جلوی فروش تکنولوژی مهلک رو به ایران گرفت. جورج بوش پسر از سال 2002 تا پایان دو دوره ریاست جمهوری خودش بارها و بارها از ایران نام برد، به طور مشخص محور شرارت. سال بعد از اون بود که پرزیدنت بوش ایران رو کشور حامی تروریسم دونست. بعد از اون در حمایت از مردم ایران صحبت کرد و به همین ترتیب تا اینکه پرزیدنت اوباما هم در 8 سال ریاست جمهوری خودش 7 سال اون رو در رابطه با ایران صحبت کرد و در سال 2014 بیشتر از همیشه. پیام. بله، ممنونم از تو گیتا آرگن، منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم و همین که تا لحظات دیگر پرزیدنت ترامپ حتما کاخ سفید رو ترک خواهند کرد و منتظر گزارش تو خواهیم بود. در این قسمت گفتگویی رو داریم، یکی از همکارانم با سناتور جمهوری‌خواه دیوید پردو، دقایق پیش در گفتگو کردن با خانم شهلا آرسته و به این پرسش پاسخ داده که کنگره برای ارائه گزینه‌ای به پرزیدنت ترامپ در مورد برجام برای رفع نواقصی که همواره مورد تاکید بوده چه اقدامی میتواند انجام داد. این گفتگو رو میبینیم. ما همه می‌دانیم که توافق هسته‌ای ایران ناقص طراحی و تدوین شده و اکنون که ما هم در آن هستیم می‌خواهیم مطمئن شویم که ائتلاف اروپا را وادار کنیم از تحریم‌ها وقتی که لازم باشد حمایت کنند. تحریم‌های علیه فعالیت‌های ایران خارج از توافق هسته‌ای اعمال شده، ولی برخی از ما باور داریم که ایران توافق هسته‌ای را نقض می‌کند و ما گزارش‌های IAEA را در این زمینه مد نظر داریم. ما در کمیته‌های نیروهای مسلح و روابط خارجی کنگره سعی داریم به کاخ سفید برای پیشبرد این مسئله کمک کنیم. بله، گفتگوی همکارم شهلا آرسته با تد پردو، نماینده کنگره آمریکا بود. و اما تد دویچ، قانونگذار مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدای آمریکا، کریستیان لیوینسون، همسر باب لیوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا را که در سفر به ایران ناپدید شد، به عنوان میهمان به سخنرانی سه‌شنبه شب پرزیدنت ترامپ درباره وضعیت آمریکا می‌آورد. باب لیوینسون نزدیک به 11 سال پیش در سفر به جزیره کیش ناپدید شد. به رغم درخواست‌های پیاپی خانواده لیوینسون و همچنین دولت آمریکا از ایران درباره کمک به اطلاع یافتن از وضعیت او، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدام قانع کننده‌ای در این باره انجام ندادند و هنوز مشخص نیست که چه کسی باب لیوینسون را نگه داشته و یا اینکه آیا او زنده است یا خیر. تد دویچ ماه جاری میلادی طرحی را به مجلس نمایندگان آورد که ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و گروگانگیری‌ها مجازات می‌کند، که از جمله آنها تحت تعقیب قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی، اعمال تحریم‌های سخت و ممنوعیت‌های صدور ویزا است. و اما کریستین، همسر آقای لیوینسون، می‌گوید به نظر او مقام‌های ایرانی دقیقاً می‌دانند چه بلایی بر سر رابرت لیوینسون آمده. رابرت لیوینسون که در هنگام مفقود شدن 59 سال داشت، از اهالی فلوریدا است.
دولت آمریکا جایزه‌ای به مبلغ 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که مستقیماً به محل نگهداری، آزادی و بازگشت رابرت لوینسون منجر شود، تعیین کرده است. به جز تعدادی عکس از آقای لوینسون در قل و زنجیر و ویدئویی که تقریباً 4 سال پس از سفر به جزیره کیش برای خانواده‌اش پست شده بود، هنوز خبر دیگری در مورد او دریافت نشده است. وضع سلامتی هم خوب نیست و دوای بیماری قندم به سرعت تمام می شود. با من خوش رفتاری شده است. از دولت آمریکا می خواهم به خواسته گروهی که من را زندانی کرده اند پاسخ دهد. لطفاً به من کمک کنید. این ویدئوی کوتاه از طریق پاکستان برای خانواده آقای لوینسون ارسال شده بود. تئودور دویچ از نمایندگان فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا در مورد آقای لوینسون گفته بود: Bob loves this country dearly. And now this country must come through for Bob. رابرت این کشور را با تمام وجود دوست دارد و حال نوبت این کشور است که دین خود را به او ادا کند. می‌دانیم که در خلال مذاکرات اتمی با ایران در ژنو، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا در تمام دیدارها با همتای ایرانی خود مسئله مفقود الاثر شدن آقای لوینسون را مطرح کرده بود. اما این کافی نیست. دونالد ترامپ چند ماه پس از اعلام نامزدیش برای ریاست جمهوری آمریکا گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات به وطن بازگرداندن رابرت لوینسون را در اولویت قرار خواهد داد. پس از پیروزی آقای ترامپ، کاخ سفید مجدداً این اولویت را تایید کرد. و اما دیوید لوینسون، فرزند رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده در ایران، دقایقی پیش در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت پیام خانواده ما در مورد وضعیت پدرم را امشب از طریق حضور مادرم در جریان سخنرانی پرزیدنت ترامپ خواهید شنید. بله، دیوید لوینسون در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که تمامی خانواده رابرت لوینسون به آگاه شدن از وضعیت او و بازگشتش به خانه چشم دوختند. We're of course very hopeful that نه تنها به پیدا شدن پدرم، بلکه به بازگشت نزد خانواده چشم دوخته ایم. این قابل عملی شدن و نیازمند همکاری دولت ایران با آمریکاست. پدرم 11 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. این مسئولیت دولت ایران است که بفهمد چه به سر پدرم آمد و او را به ما بازگرداند. به اعتقاد ما این امکان پذیر است. بله، دیوید لوینسون در ادامه گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران گفته است که میدانم شما میتوانید پدر مرا پیدا کنید و او را به خانه اش بازگردانید. من نمیتوانم کابوسی را که خانواده ام تجربه کرده با کلام بازگو کنم. نمیتوانم بگویم که روزها با چه سختی هایی گذشته. وقتی نمیدانید که حال پدرتان چطور است، ندانید که او کجاست و چه بلایی به سرش آمده. وقتی مطمئنم که او هر روز تلاش میکند به خانه بازگردد، او از شرکت در عروسی های خانواده محروم مانده. در سالگردهای ازدواج نبوده و نتوانسته تولد نوه هایش را ببیند. پسر من حدود 10 ماه پیش به دنیا آمد. اولین نوه‌ای که نام خانوادگیش لوینسون است. پدرم حتی نمیداند که من ازدواج کردم. عروسش را هیچ وقت ندیده است. اینکه پدرم در 11 سال گذشته شاهد نبوده چه اتفاقی در خانواده رخ داده قلبم میشکند. ما میخواهیم او به خانه بازگردد و سالهای آخر عمرش را در آرامش با خانوادهش سپری کند. برای ارتباط مستقیم داریم در لحظه با فرهاد پولادی از مقابل کنگره آمریکا، اما اگر تصاویر مستقیمی داریم از کنگره آمریکا ما اون را همزمان نشون بدیم. اما فرهاد، از احتمال مطرح شدن موضوعهای مربوط به ایران در گزارش سالانه پرزیدنت ترامپ از تو بپرسیم، چه نشانه هایی دیده میشه؟ خب پیام، اگر بر همون منوال همیشگی صحبت‌های پرزیدنت ترامپ باشه، یعنی همون وعده های انتخاباتیش و صحبت‌هایی که 1 سال گذشته کرده بود در رابطه با
برجام، ایشون برجام رو به عنوان یک توافق خیلی بد تلقی کرده بود و از کنگره خواسته که با توجه به اینکه پایبندی ایران رو به برجام تایید نکرده بود در دو نوبت، از کنگره خواسته بودش که تغییراتی در اون اجرا کند. خب الان که مخاطبش کنگره هستش، یادآوری بهشون خواهد کرد که بار دیگر تلاششون رو بیشتر بکنن و اون تغییراتی که لازم هستش برای اینکه برجام از اون حالتی که هستش که یعنی منافع آمریکا رو جوابگو نیستش رو تغییر بدن. بله، در همین حال که با تو داریم گفتگو می‌کنیم، تصاویر زنده‌ای رو داریم از مجلس نمایندگان آمریکا، جایی که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری و رئیس مجلس نمایندگان آقای پال رایان هستند و به نظر میرسه آقای کورکر هم در حال صحبت با ایشون هستند. حالا فرهاد، کنگره درباره این موضوع ایران چه اقداماتی رو میباید انجام بده؟ خب هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا طرحهایی رو تا حالا ارائه دادن که اون نواقصی که پرزیدنت ترامپ رو اونا دست گذاشته در رابطه با برجام و همچنین رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، چه کمک تسلیحاتی به گروه‌های نیابتیش در یمن و کمک مستقیم در سوریه که به آقای بشار اسد داره کمک می‌کنه و چه آزمایش موشک‌های بالستیکشون، همه اینها را پرزیدنت ترامپ بارها گوشزد کرده، از مجلس نمایندگان و سنا خواسته که همکنون هم در اکثریت جمهوری‌خواه هستن که اعمال تحریم‌های لازم و اون نواقص برجام رو برطرف کنند. ممنونم از تو فرهاد پولادی، منتظر گزارش‌های بعدی تو خواهیم بود. رویکرد پرزیدنت ترامپ به توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران و مقابله با نگرانی‌های همسایگان عرب ایران و نیز اسرائیل از برنامه موشکی بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های تروریستی بخش عمده‌ای از سیاست خارجی آمریکا در نخستین سال حضور او در کاخ سفید در مقام ریاست جمهوری آمریکا بود. پرزیدنت دونالد ترامپ در این حال در سالی که گذشت از هر فرصتی برای حمایت از اعتراض‌های مردمی در ایران و به کارگیری اهرم‌های فشار برای وادار کردن رهبران حکومت ایران در احترام به حقوق بشر استفاده کرد. گزارش در این باره. 11 ماه پیش پرزیدنت ترامپ در اولین سخنرانیش در برابر اجلاس مشترک مجلسین آمریکا به برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران اشاره کرد. همچنین با برقراری تحریم‌های جدید علیه نهادها و اشخاص حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران بر اتحاد ناگسستنی‌مان با اسرائیل مجدداً تأکید می‌کنم. The assembly will hear an address by His Excellency Donald Trump. پرزیدنت ترامپ در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ضمن تشریح موضع دولت خود در مورد جمهوری اسلامی ایران برای رهبران جهان بر آمال و آرزوهای ایرانیان نیز تاکید کرد. The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise. دولت ایران یک دیکتاتوری فاسد را در پشت یک پوشش کاذب دموکراسی پنهان و یک کشور ثروتمند با تاریخ و فرهنگ غنی را به کشوری سرکش با اقتصادی ضعیف تبدیل کرده است. کشوری که رهبران آن در واقع ایرانیان را به صورت قربانیان اصلی خود درآوردند. ایران به جای استفاده از منابع خود برای بهبود زندگی ایرانیان، درآمدهای نفتیش را صرف تامین مالی حزب الله و دیگر تروریست‌هایی می‌کند که مسلمانان بی‌گناه را می‌کشند و با تبدیل خشونت، خونریزی و هرج و مرج به صادرات اصلی کشور به همسایگان صلح‌طلب عرب و اسرائیل حمله می‌کنند. The entire world understands that the good people of Iran want change. جهان درک می‌کند که مردم خوب ایران خواستار تغییرند و به غیر از قدرت نظامی آمریکا، رهبران ایران بیش از هر چیز از مردم آن کشور وحشت دارند. به این دلیل است که رژیم ایران دسترسی به اینترنت و آنتن‌های ماهواره را محدود می‌کند. دانشجویان معترض بدون اسلحه را با تیر می‌زند و اصلاح طلبان را زندانی می‌کند. اما ما می‌دانیم که رژیم‌های سرکوبگر برای همیشه دوام نمی‌آورند. روزی خواهد رسید که مردم ایران در برابر این انتخاب قرار می‌گیرند که یا کشور باید راه فقر و خونریزی و ترور را انتخاب کند و یا مجدداً به ریشه‌های غرورآفرین خود بازگردد. در
تظاهرات اعتراضی ماه پیش مردم ایران که ابتدا از مشهد در واکنش به گرانی و بیکاری شکل گرفت و به تدریج به بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ از جمله تهران با شعارهای علنی علیه رهبران جمهوری اسلامی کشانده شد، موضوع دیگری بود که پرزیدنت ترامپ در جریان مأموریتی که به مقامات دولت خود برای تدوین سیاستی جامع در مورد جمهوری اسلامی ایران محول کرده بود، با تأکید بر احترام به حقوق بشر واکنش نشان داد. گزارش‌های زیاد از تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط شهروندان ایران، مردمی که از فساد و غارت ثروت‌های ملی که برای تروریست‌ها در خارج هزینه می‌شود، به تنگ آمده‌اند. حکومت ایران باید در برابر چشمان بیدار دنیا به حقوق ایرانیان از جمله حق بیان احترام بگذارد. تظاهرات بزرگ در ایران سرانجام مردم در برابر آنچه با ثروت دزدیده شده ایشان انجام می شود واکنش نشان می دهند. ثروت بیکرانی که برای کمک به تروریست ها به کار می رود و مردمی که جانشان به لبشان رسیده و دیگر تحمل این وضعیت را ندارند. آمریکا وضعیت ایران را از لحاظ تخطی از حقوق انسان ها به دقت زیر نظر دارد. ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم با تخطیات بسیار از اصول شناخته شده حقوق بشر که هر ساعت اتفاق می‌افتد. حال برای سرکوب مردمی که دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند، ارتباط اینترنتی را تضعیف کرده است. آقای ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رؤوس کلی نگرش آمریکا به برجام را نیز ترسیم کرده بود. توافق ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین توافق‌هایی است که تا به حال آمریکا در آن وارد شده است. صادقانه بگویم این توافق مایه شرمساری آمریکاست. زمان آن فرا رسیده است که تمام جهان به ما بپیوندند و از رژیم ایران بخواهند که به مرگ و تخریب پایان دهد. زمان آن است که این رژیم همه آمریکایی‌ها و شهروندان دیگر ملت‌ها را که ناعادلانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. فراتر از همه دولت ایران باید حمایت از تروریست‌ها را متوقف کند و خدمت به مردمش و احترام به حق حاکمیت همسایگان را آغاز کند. پرزیدنت ترامپ هنگامی که برای آخرین بار تبعیت ایران از برجام را تأکید کرد، هشدار داده است که اگر ایرادهای فاجعه بار آن اصلاح نشود، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. سامان پژوهان، صدای آمریکا. امنیت و سیاست خارجی به گفته کاخ سفید از محورهای مهم گزارش سالانه پرزیدنت ترامپ خواهد بود که تا لحظات دیگر در سخنرانی او در کنگره مطرح خواهد شد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با مایکل پرجنت، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و کارشناس نظامی در اندیشکده هاتسون. آقای پرجنت، نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات چه انتظاری از سخنرانی امشب پرزیدنت ترامپ دارند و مشخصا خود شما در رابطه با ایران انتظار طرح چه مواردی هستید؟ من فکر می‌کنم که هر دو طرف دارن نگاه می‌کنن به رئیس جمهور که از متحدان اروپایی بخواد که فشار اعمال کنن رو ایران که برنامه موشکیش رو در واقع کاهش بده. متحدان اروپایی متاسفانه صدای کف زدن شدیده. برای نگاه میکنیم که پرزیدنت ترامپ بتونه با لحنی قوی صحبت کنه، ولی طبعا ما خواهان اقدام هستیم، یعنی انتظار اقدام از او هست. حالا آقای پرجنت، با توجه به اختلاف نظرهایی که در کنگره آمریکا میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود داره، به نظر شما چه فرصتی رو پرزیدنت ترامپ ایجاد خواهد کرد برای پیشبرد اهداف خودش؟ ضمن اینکه می‌بینیم خانم ملانیا ترامپ، بانوی اول در حال ورود به مجلس نمایندگان آمریکا هستند، تصویر رو به صورت زنده و مستقیم می‌بینیم، و همینطور در همین لحظه کابینه آقای ترامپ در حال ورود هست. آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رو می‌بینیم، آقای منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در حال ورود هست، و آقای جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در تصویر دیده میشن، و تصویر بانوی اول خانم ملانیا ترامپ هم دیده میشه، و به همین ترتیب